امشب با همی پری؟ نه خسته. باس ما خسته یا واسه همه همی طوری؟ یعنی چی؟ یعنی میگم نکنه پولتو از ما قرض میکنی و کسی دیگه هم وسط نیست. خستم، میخوام بخوابم، همین. خدا کنه. از جبر و مثلثات دلم خونه، خدا صبرم عطا کن. این عاشق بیچاره چه حیرونه، خدا صبرش عطا کن، خدا صبرش عطا کن. خوب کریم، خداحافظ. خدایا تو رو به برکت این کتاب بی برکت برقت ما رو نگیره. سلام علیکم. خودشه؟ آره. چند شب کارشون اینه. پسره رو میشناسی؟ آره، پسره قلوم کارخونه داره. خیلی خرجش کردم طولش بود واسه خاطر تو نیست نه رقاط درسونی خوده برشم خرجش کردی مفت شنگش من تو فشت پسرم هستم قضیه این زنه چیه حشمت؟ کدوم زنه؟ زنی وسط نیست زنی پاش وسط زندگی تو باید چی شده؟ اونو غذا تو بذارو چرا؟ مسافره آرزون بود که تو درس بخونی دانشگاه بری و دکتر مهندس بشی تو کلم حرف حسابی بزنی دلم میخواست مثل من کم سواد بار نیایی که تو هر جملش چهار تا توپوه شب تا صبح که تو کوچه درس میخونی من تو فکر تو هم و امتحان فردا تو کنکور پت فرداد هزار دفعه دکتر شدن تو مزه مزه کردم هزار دفعه مهندس شدن تو خواب دیدم حالا این لجره یا هر آدمی بگی که بخواد این خواب خیال منو باطل کنه مثل یک گرگ تیکه تیکش میکنم میخوام این تو گوشت باشه حالا اونو برش دار تو فرق دار میگم برش کن زبیه حاج ابرام یادته یادت وقتی از پرشمون اومده بود مادرتو تو حیات تماشا کنه زدنش یادت وقتی زدنش خون داشت استفراغ میکرد ارواح خاک بابام اگه پارش نکنی همون طوری میزنمت با اینکه پسرمی همون طوری میزنمت خون بالا بیاری پارش کن اگه یه روز ازم بخوان که ده سال عمرمو بدم تا ده روز به عمر تو اضافه بشه بیشرف هم اگه یه دقیقه منو ترک کنم وقت من همه دنیا از تو که اگه نباشه میخوام دنیاش نباشه بیا
دو سه دست لباس بخار بگیر. وقتی پسرم میره دانشگاه میخوام یه سر و گردن از همه بالاتر باشه. چیزه دیگه سراغش نریم، زحمت تو زیاده، بخت تو بخون علی. افت قابله من رو چراغ بردار، سفره رو پهن کن. تو پول میپولی، نمیخوای کتتو در بیاری؟ میزنه حالا کجا داری میری؟ من از اون مادیونایی که گرگ کرشونو پاره پاره میکنه نیستم، از سر گرگ و زیر پام له میکنم. بله من میخوام من شب مهمونه خونه باشم. برو آقا، عوضی گرفتی، خونه عمت پایین تره. اصلا کن میبنده شرفی که تو این خونه هست. پسر منه 19 سالشه، چش و گوش بسته هست، داره امتحانهای کلاس 12 رو میده. اگه فکر میکنی که میذارم اونجا ور دلتو بشینه و عوض درس خوندن اکر دوکر یاد بگیره، کور خوندی دایی. حالا اونو بفرستش بیاد بیرون. بهتره بگم یه پاسبون بیاد سراغت آقا. خوب گوشاتو واکن خانوم، بهتر اون بچه از این خونه بیاد بیرون، وگرنه خش خش این خراب شده رو سرت خراب میکنم و خاکسترشو با توبره میبرم تو بیابونه سید ملک خاتون. حالا میگیش بیاد؟ خیلی خوب تمام نشده، میخوام بهش بگی که امشب یه مهمون داری. این موسی این دو کلم حرفه، بگیرش. من امشب یه مهمون دارم حشمت، بهتره تو بری خونت. چی رو بطوری تو زوقش زدم؟ امروز اگه من تو زوقش نزنم فردا دنیا تو سرش میزنه. چه دخلی داره؟ یه جوون 20 ساله اول مفتون مفتونشو با یه رقاص دهوری دم بیاد. اون لامصب دهنش هنوز بو شیر میده، اما تو میخوای من چشمو ببندم و متکای ترمم واسه زیر سر نشاش بخرم؟ با تو که حالیت نیست خانم، تو باز حرفای منو بهش میزدی، پس ننه واسه چی شدی که صبح چای شیرین بهش بدی و شب تو رخت خواب قلهوالا با سلامتش بخونی؟
مطمئن که دعا میکنی خدا از بلای آسمونی حفظش کنه؟ دچخشو تو باز کنه، خودت هم از بلای زمینی خلاصش بده. شخ، این جوانای مردم که همه گوشه خیابونا میمیرن، خیالت چطوری میشه؟ ده اولش همینجاست، خاطرخواه یه زن بدکاره میشه، اولش حشیشه، بعدش زن وافور و تریاکو میذاره گوشه لبش، واسه اینکه زنه تو حساب خودشه. دیگه مرد میخواد که سنش 20 باشه، برا روش جوان باشه و مردیشم تو چلچلی. جوانک پوکه ها رو میزنه، اولش تفریحه، بعدش هفته یه روز، بعدش هفته دو روز، تا چش به هم بزنی شده هفته هفت روز. به خودش که بیاد، این تریاک لامصب مردترش که نمی کنه هیچی، اون یه ریز مردیشم سوزونده با رفته. زنک یه اردنگ میزنه و بیرونش میکنه. پسره میفته به کار کردن، اما کجا وسط منقل رو علم کنه؟ خونه ننش؟ نه بابا، بعد اونجا نمیشه. وسط خیابون؟ نه نمیشه. تو کارخونه؟ اونجا هم که نمیشه. یاد میگیره یه راه راحت تری هم هست، گردی میشه، هروینی. تو یه دقیقه، تو مسترا، تو زیر زمین، تو را پشت بون میشه کشیدش بالا. اولش یه دماغ، بعدش دستان، بعدش هم میره میرسه به گرم. حالا دیگه نه نمیشه، به گرم چه رسید دیگه پورش قد نمیده. میفته به قرص، بعد به حب و کپسول میندازه بالا، نشه یه نشه. میاد میشینه کنار خیابون، تو جوب آب، وسط کثافتا، بغل استفراغ عرق خورا. خیال میکنه که بهشتش رو پیدا کرده. شبه، سرده، سرما و باز شلاق میزنه، اما آقا نشه از حالیش که نیم. تو همون نشگی از سرما میترکه، ریده هاش تو دلش میترکه، تخم کشاش ترک بر میداره. بعدش هم هجلش میاد سراغش. کامیون آشغال شهرداری رو میگم، تو من لامصب اینو میدونم، میدونم که سرش داد میزنم، میخوام فردا این بلا سرش نیاد. سر انقدر روغن زده یه خورده جیر جیر میکرد، روغن زدم که صداش بیفته. اون لابد یه عیبی میداره که جیر جیر میکرده. حالا اگه باز شد خاموشش میکنه. بله چیه؟ یا خانمی که دفتر شما رو میکنه. خانم هر که از تو اینجا باشت من بگیرم کیو جسته بود که میدونم که مرگشه. خب سواروز داره کار میکنه. صدات کم کن. اینا چیان؟ فرمایشی داریم؟ یه چیزی بهت بگم خانم، اگه واسه دعوا اومدی، اگه اومدی پاچه ورمالید بازی در بیاری، اگه به خیال خودت اومدی تلافی کنی و آبروریزی در بیاری، اگه اومدی داد و فریاد و قیل و قرار را بندازی، بیه خیالش ما از اون بیدا نیستیم که به این بادا برزیم و باز به شغال بدیم. هر کاری که عشقتو برو بکن. آقلا من اومدم امونتی شما رو بهتون بدم. بله. این پولا مال شماست. نه دیشب قرار شد مال شما باشه. بس چه کاری؟ من پول مجانی از هیچکی نگرفتم آقا. شما دیشب اومدین و پسرتون بردین، خب حقتونم بود. اون بیشتر به شما میرسه تا به من. من برای آواز خوندن و رقصیدن و هزار تا کار جور و جور دیگه پول گرفتم، اما نه باج گرفتم نه صدقه. پول شما حتما یکی از این دوتاست. از اینکه آدم ها برام پول خرج کنن خیلی کیف میکنن، اما پول بی خودی نمیگیرم. اگه خواستین یه روزی پولتون رو خرجم کنین، میدونین که کجا بیاین پیدا میکنین. برین اگرم خواستی پای درد دلم بشینی، بازم میتونی پیدام کنی. فقط اسم کابار طلایی یادت باشه.
آزار داری؟ معلومه چی کار، معلومه آزار دارم. نه کنم سلاشو ندارم. بزو بخوابم. به نظر تو من پیر شدم؟ نه بابا، کجات پیر شده؟ بابا مرحبا، به نظر من تو هم اصلا تکون نخوردی، قورت و محکم تو همون سن 10 سال پیشت موندی. بگی بخواب، تو هم نصف شبی سن و سال داری جمع و تفریق میکنی؟ هرگه تو راست میگم، اصلا انگار دیروز بود اومدم خواستگاری. تو دیروز نبود جنما، به سال پیش بود. آره والا، چه زود میگذره. تو اون وقتا که دختر بودی، پدر یک برای میدادی و راه میرفتی که آدم کلافه میشد. میگم افتادی، اون وقتا هر وقت میدمه چشامو میبستم که به تو فکر کنم، ببینم این رخت و لباس و لخت چه جوری هستی؟ ای بکیس. یه رقم بخشه بسته بودی و داشتی میرفتی همون. من مسجد عربا پشت بوم به پشت بوم اومدم تا رو تاق هموم. اون وقت از اون بالا دوربین رو انگ انداختم رو تن و بدنت. بابا مرحبا، دندونه هم کلین شده بود. من داشتم تو رو لخت میدیدم تا 3 نصف شب عین مجنون حیرون تا صبح زیر درخت نشستم. خدا بیامرز منم خیال میکرد دیوونه شدم. اصلش میدونی ما نباز خودمون اینطوری ول بدیم. گور پدر دنیام کرده، یه لقمه نون همیشه میشه پیدا کرد. یه خورده تو بر خودمون باشیم، دلامونو بدیم به هم. ما هنوز به قولی تو هیچ کدوم پیر نشدیم. پس ولش کن، بل نسبت در حق مبل و قالی و جارو و نهار و شامم کرده. از فردا حق نداری دستاتو بذاری تو آب و حوض. رخ میخوایی بشوری؟ رخشون وسط میارم. قضا میخوایی بپذی؟ آشپز وسط میگیرم. واسه جارو پارو هم یکی میارم دم دسته که دستای تو دیگه به آشغال و آب و زرچوبه و فلفل نخوره. دیگه دستای قشنگت مال من افراد جون. باز شب به شب پشت منو دست بکشی تا حال کنم. از امشب شروع میشه، یالا مرحبا. بکش مینم، بکش دستتو پشتم، قربون چشات برم. یالا نگرانم افراد جون، ده یالا مرگ ما ناز نکن دیگه. افی جون Thank you.
مشکلش بد بود یا صدای من؟ زود میخواییم بری؟ دیرتون نمیشه اگه چند دقیقه با هم باشیم، ها؟ والا بیا برا خاطر من اومدی اینجا، مگه نه؟ طوری داری به این نگاه میکنی که هر کی ببینه خیال میکنه دشمن خونی منی. تا یه ساعت پیش خودم هم همین فکر رو میکردم. حالا چی؟ رفتم تو دلت؟ رفتم؟ یه نگاهی به دلت بکن ببین من توشم یا نه؟ تو بگو دیگه، رفتم تو دلت؟ آره، خیال میکنم. آخ جون، پس چرا وایستدی؟ انگار خیلی حرف داری به ام بزنی. دلت میخواد بریم با هم یه جای خلوت؟ آره، آره، بریم. خونم خوب به یادت مونده. حالا چرا پیاده نمیشی؟
آنگارش دار. بشمرش بشمرش مادر به خطا. این تموم پولی که از پری طلب کردی درست بود؟ آره. نه هنوز نیست، یه چیز دیگه هم هست که بخون مباشر. احل الله البای و حرم و ربا معنیش کن. به حلال کرده خدا بی را، به حرام کرده ربا را. اولا سرش یعنی پول نزول گلوتو میگیره و یه راست میبرد جهنم. این آخانی بخون مباشر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقا من الربا ان کنتم مؤمنین. معنیش کن. ای کسانی که ایمان آورده اید، بترسید از خدا و واگذارید آنچه را که باقی میماند از ربا اگر از مؤمنین هستید. یعنی رو تو کم کنن و پول نزول کوف نکن. این پدر مادر این دخمه میشه. بخون مباشر. فنزلنا علالذین ظلمو جزاء من السماء بما کانوا یفسقون. یعنی وقتی سوال میکنی حاجت میاد اینجا و پدر بی پدرتو در میزنی. خیلی چیزهای دیگه هست که باید بدونی، اما انگار امروز دل و دماغ حسابی نداری. آخه واسه دفعه بعد. چیزایی که مباشر گفت تو گوشت باشه. شابیه مباشر آقا به راه راست هدایت شد. من دیگه نمیتونم، من دیگه یه روزشم نمیتونم، من یه ساعتشم نمیتونم. 20 سال تموم نفهمیدم چی داره سرم میاد، اما حالا میدونم. دیگه بیا و درستش کن. پس بگو، پس آقا تازه فهمیدن دنیا چه خبره؟ منو باش که هی خودم رو گول میزنم، هی میگم افت شاید کارش زیاده، افت شاید کارخونه گرفتاره، افت شاید بدهکاره. پس بگو چه خبره؟ آقا سر پیری تازه یادش افتاده دنیا خبرهاییه. میخوایی چی کار کنم؟ خیالت هر که موش سفید شد باز بره تخت سینه قبرتون دراز بکشه؟ خیالت چی؟ تو خیالت چی؟ پسرت وقت زن گرفتنشه، از اون حیا کن. نه خیلی، تقصیر خودمه، تقصیر هیچکی نیست، تقصیر منه، تقصیر خود خودمه. آقا منو گرفت تو دست هیچی، یک و تو شلوار و یه جفت کفش. علنگوی دستم و فروختم و مایه دستش کردم. چرا؟ آقا شوهرم خوب نداره. 5 سال شب روز کار کردم و یه شب دراز نتونستم برم. چرا؟ آقا شوهرم خوب کار داره. 20 سال از تو آشپزخونه لب حوض رفتم، از لب حوض به آشپزخونه. چرا؟ آقا شوهرمه، خوب غذا میخواد. نجونم، تقصیر خودمه. تاقصنه که چه غذا پختم؟ چه آره نامصب به تو چه؟ من که من رخصور میخواستم، من که من آشپز میخواستم. تو آخه بیدین همین روسری رو بکن، بو پیازداخ دل آدم رو به هم میزنه. زن من کو؟ زنی که این وقت دنبالش اومدم، زنی که از تو سراخ همون دیدمش، زنی که براش کاغو خوردم و زدم که آخه کوشش همینه؟ شوهر من کو؟ تو بگو مرد، شوهر من کو؟ دیگه دیر به فکرش افتادی، یه ما پیش باید میپرسیدی. اون شبی که یه ساعت من واسه تو حرف میزدم و تو خورخور میکردی باید میپرسیدی. دیگه دیر شده زن، خیلی دیر شده. تو جهنم به درک از سر سافلین. اصلا از این خونه خراب شده میذارم میرم که راحت بشم. نه تو لازم نیست کارو بکنی، من میرم. یا برو. اینا مار نمیکردم، اینو بدون افت. میکنم که بوی کثافتش سگای خیابونو فراری بده، کاری میکنم که دقه به دقه آرزوی مرگ بکنم. به این تصمیه نگاه کن مامان، اینا
هر دونه این تسبیح نشونه آدمیه که با من تپ افتاده. حالا هر کدومه که بخواد میتونم حال روز امروزشو بگم تا بفهمید چه بلایی سرشون آوردن. حالا این یکی، این غلامه، چند سواهی دیگه میبینی که چجوری به خاک سیاه نشسته. نگاه کن ماما، غلامم افتاد تو تسبیح. متاسفانه شما تو حسابتون پول نداریم. ندارم؟ بله، این اواخر شما خیلی برداشت کردید. هفته پیش فروختی؟ آره، فروختم. امروز داره میری چی رو بفروشی؟ چی را؟ سید کنم، این که باید سیر بشه، نباید بشه؟ بچه کن این مطقی؟ من دارم کار میکنم. یک کار پرستاری گرفتم. این فعلا خرج منو جور میکنم.
چجوریه بذاری؟ اولایی که مار بذاری؟ سلام عزیزم، مشارتم زندگیمو به پات ریختم، دارو ندارم و سر و وطنم و من خاطر خود بودم، خاطر خود بودم، خاطر خود بودم، خاطر خود بودم. دیگه نمیدونم این طرف آفتابی و شد پاشو گورتو گم کن تو ناقص سرت نکردم بلند شو اینگه خیلی دماغت باد داره بلند شو بلند شو هر وقت دیو شد بگو بس بازم که داری میلوده رحم به تو افلیت خود را زده یه جرس پاشی تقرار نمیده خیالش هری پریمت اینجاست راحت باش درستت میکنم کاری میکنم همه چی یادت بره کاری میکنم که رو آسمون بپری و هر چی رو زمینه وسط بی خودی و علکی باشه درستت میکنم غصهشو نخور جت جت میشی واردی که بزن بزن روبرا میشی برو
دادم دوباره دلاب از سلام دومنم سوگل نمیکنم باید تو میبوشم دارم ازش میرم با بلای علی دارم ازش میرم دیگه هیچی ندارم بدم با قرآن ندارم بشتم رو یادم آه کاری میگی وسط میکنم کریم نامردم دروغ بگم رخت خواب پریم خودم وسط میندازم به دادم برس تو به علی به دادم برس جمعیم لا 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 یه نقا همینجا باش ببینم اما دفعه آخرت باشه جاست موف که نداریم گرد اگه موف باشه گنگیشگاه خیابون شمرونم روزی دو کلیش رو میکشم دفعه دیگه با پول بیایی شد ای آقای ناکرد هم هستم مهربون پس تو خواستی که من خواهرم باشی؟ ای بله تو هم دفعه آخره تا حسابت خیلی زیاد شد بله بو میدونم بگیم قولم سما شیره جون میکشم و آخرش هم میریختی یه روزگاهی بود که جونم خبردار با میسیم حالا سیاحت کن چه قرم ساق بازی سرم در بارده ما قرم ساقیم بدار اون که داره خر خودش میرونه این ماییم که تو گلو بامونده باشتون هر دو تاتون بزنیم به چاک بی پول دیگه مرا پیداتون نشه آکمان ایشالله خدا سفر حج قسمتت کنم نه باید Alexander, 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 Alex
تمام 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 حالا من چی شده؟ این ناکه تو بی خودم اینجا من چی شده؟ من شده تو پرخ من شده من پنگ شده من شده به هم پر من شده من شده من شده من شده یه روزی بود که بالای هر ضعیفی در میزد، اما بالای انترام هم نمیتونم در بیم. روز بعد نیهات خیلی خوار شدیم طالبون، خیلی عاجز شدیم طالبون. آره بیا بذارینش کنار پهلو، بیا بذارینش کنار. آره باز این کار بکن علی پهلو. علی یا علی بذارینش کنار، همین فردا یا میمیریم یا ترکش میکنیم. باشه مهربون، باشه گونه. تا پای جون، تا پای جون پهلو، تا پای جون. میخوام بذارمش کنار پری، به تار موز قسم میخوام بذارمش کنار. دیگه زلش کنم، دیگه تاق اومدم. با انبیا و اولیا میخوام لامسته و بذارم کنار. خب بذارش کنار، کی بهت میگه نذار؟ میخوام برم سلقون یا باقی اونجا، میخوام برم بیافتم هفش دوه رو بی دوا سر کنم. ای زنده موندم بدون که پاک و تمیز میام بیرون. خب من باید چی بگم؟ خیال میکنی من بدم میاد؟ بابا مرحبا، من چه اینو میگم؟ میگم تو هم از خودت فقط خرج راه میخوام، پول اتوبوس و خوراکه این چند روز. خب پس بگو اینم توبه جدیده. اللهم صل، من میدونم باورت نمیشه، راست میگم به امام اول، ما یاره فقط واسه همه میخوام. نمیشه بدیش دست کریم؟ بیشتر هفتم اگه بدم چطورم کردم؟ پولی ندارم، هیچی ندارم. بیا اینو ببر بسیشش، پولش اینقدی که تو میخوای میشه. فداد بشم مهربون، ای خلاص شم تلافه میکنم. تو فقط خلاص شو، تلافی پیش کشت. مرحبا، بمازم به این دفع میرم پری و موت قصدم میرم. طاقت
طاقت بیاره ایرون. منو گفت که باورم شد. من میخواستم بذارم کنار بیارم. پتره نزدی؟ کتاب دوت میزنه که همیاره گرد و زدی. همسفرم مرده. خوابه خوابه. دیگه قصه درست نکن. درمون مرد. چه؟ میخوام یک کار روستم پیدا کنم. چه کار کنم؟ به این هشنات که من سفرش کن بهم کار بدم. خسته شدم فری، از زمی شستن و جارو کردم. از وقت شستن خسته شدم. میخوام کار کنم. هر کاری روستم پیدا کنیم فری نوکرتم. باشه. همه امروز میسپرم واسه کار پیدا کنم. سلام. سلام قربان. درسته علف تمرینشون شروع کردن. قربان. خوبه. احمد جون مستف اومدن سر وز؟ هر کدوم دایی که به اضافه دارن. اما تو شب مسابقه سر وز میرسن. راستی ببینم. راستی جلوی در باشگاه ماشین پای تازه اومده؟ برای حشمت خانه اومده. صادق زاده معرفیش کرده. مرد بدبختیه. اونو دیدین؟ نه ندیدمش. ولی ردش کنیم بره. ردش کنیم بره قربان. آره. آره اینکه چند تا از بر بچه اومده بودن میگفتن یارو عملیه. راست میگن؟ والا آدم بدبختیه، اگه اجازه بدین بمونه خیلی خوبه. نه نه اجازه نمیدن، اینجا یه باشگاه ورزشیه، یه مفتقون مردم میان اینجا ورزش میکنن. من نمیتونم بذارم یه آدم عملیه گردی تلوی باشگاه بپلکه. زود ردش کن بره. چشم بابا. نه گوش کن، اگرم آدم بدبختیه یه پول مولی بهش بدیم بذاریم بره. بالا قربان. سلام قربان، اینا برقای اعضای جدیده، لطفا امضاش کنیم. آقا جان برگرد. باید چرا؟ نمیشه باید جام رئیس ببین چی میگم نمیشه باید رئیس. سلام کن جام رئیس. با مسلمانیتون کجا رفته؟ من ما بنده خود. حالا بیا برو بیرون برو. بسط بزنی ما برو بیرون برو جانم. بعد چنان کردم. آقای من تو هستم. بس بگو بذارن کارم بکنم. کار تو تایی دیگه بکن. گفتم هر چی پول میخوای بهت بدم. بذار از این که برو. بابا مرحبا. آخه چرا آقای من؟ چرا تصدقه؟ خدا خوشش نمیاد منو بیکار کنه. آره خوشش نمیاد. ولی من دلم نمیخواد هیچ کدوم از کارمه این باشگاه به روز تو بیفتن. من نمیخواد نفس هیچ کدوم از کارمه به نفس تو بخوره. اینو بگیره بارو همین الان. بسی ببینم. تا بفهم تو این مدت به چی دلخوش کرده با منتظر چی بودی؟ آه امام ازم و تو دوشم خرم را هم نفرم جرمی؟ بله قربان از صادق زاده بپرسیش کجا هست؟ میخوام برام پیداش کنی؟ کار! کار! اینم کار! آقا دو روز رفته حالا پاشده اومده که چی؟ بیرونم کردن واسه معلوم نیست
معلومه جونم، حتما نشستی و عوض پایدان ماشین مردم گرد کشیدی. خب اونا بیرونت کردن دیگه، درسته؟ دلم میدونی از چی میسوزه؟ از این که دیگه تو همه چیز تو باختی. الان کریم اومده بود اینجا، شنفتن منو پیشکش کردی. به مزخرف گفتو. تو مزخرف میگی؟ واسه یه دماغ گرد منو پیشکش کردی، خودش اینو گفت. مزخرف میگه، اصلا به چه حقی کرم اومده توی خونه؟ ما جد شو با آتیش میکشم. تو دیگه تو هم از وقتی که تو جد کسی رو به خاطر من با آتیش میکشیدی خیلی گذشته تلی بود. گذشته؟ آنوز هم یه چک منو کسی نمیتونه بخوره. من نمیذارم اون بیاد اینجا و هر کاری دلش میخواد بکنه. خودم حقش میذارم کف دست داشت. حالا میبینی با گوشت میرسه با میرسه مهربون. چرم آقا؟ ای کریم آقا جوانمرد آقای من، تو رو شرف مردید آبرو ما رو بخر، سراغش نرو دایی. زن که زیاد با شما آقا، بر رو داری مایه داری، برو اونو خید نکش. اگه نکشا ای بابا نکش. گفتم اگه نکشا اون رو این بدن حساب میکنه که منظور این زور و بازور رو یه جماز مصرفش کنم. چی گفتی؟ چه غلطی کردی؟ بکن ببینم مصرفش کن ببینم. دیان کرم کدو مصرفش کن. کون باشنه اون مباشره که باز آیه بخونه ده پاشو بیده ده بگو بیاد مباشره ده آیه بخونه مباشره خفه خونه ده بگو مباشره دست بلند میکنی یا نه؟ بگو غلط کردم. بگو غلط کردم تا خفت نکردم. بگو زهر ما رو کنیم آقا. بگو غلط کردم. کنیم آقا غلط کردم. حالا پاشو برو جوره تو دام کن. پاشو برو رو تو باید بیا. خدا نصیب هیچ مردی نکنه. بعدش افتاد رو زمین، خون از تک و تونش زده بود بیرون. یه طوری بود که نتونستم یه کلمه باش حرف بزنم. کلمه قلندر در بود، آغونش کرده بود. کاش کور بودم و این منظره رو نمیدیدم. خیلی وضعش بد بود. خب حشمت، تو کفشتو میپوشی یا من چادرمو سرم بندازم؟ اون هنوز هم پدر توه، همون دارم میخواست بری. با اینکه میدونستم اگه بری اون کتکت میزنه. بزنم زنه تو را بزنم مامو با گاش بودی و میدیدی او فقط میتونه دنبک بزنه. چی با میکنی مهربون؟ چرا چخم میکنم؟ پا برو بپرس. گفتم هنوزم که هنوزه، یه چکه ما رو نمیتونم بخورم. بسر این حلیمه خانم که شوزار تشتیه با برای ازش بپرس. نمیدونه چرا قمی رفتم تو، کاش بودی و میدیدی این رستم دستم در قم خونه رو باکنم رفتم. مشین زوری بر رو بر حدید نگاه میکردم، یه دانم رو با کردم و داد زدم. Thank you.
استانبول افتاده و پیر مرده زرده کردش میده دهان پاره خواهد ببینیم ببینیم که رو مرده این صدا تو غلط میکنی تبیه هر این صدا هر شد بانم در اومد بارش کردم وا رفته بود داشت گفتم این همه چون ورسا دعیو خار مادر فلان پیوهو جیشو بود با تلقم و روشت اومدی سینما که دست اون باختم و کاکوله چی بره یا تلقم نه از کسی سدر ما تک چارا بکن داره برد تک آخری قاطی کن بونه این بیشتابا نست که من پیشتانی کن باستم کن حالا پاشا تلقم باستی کار کن خوب گوشت با کام ببین چی باید میدن همی تو رو بچه به دفنان مونده بود داره به داره نره با چرا اینطوری نگاه میکنه خیال میکنه دارم شاخام میکنم بیهشیت شاخام میکنم نامرده شاخام میکنم تو که من خوب میشتسته نره با هر روزم خیال میکنی دروغ میگم پری دروغ هم باشه دروغای قشنگی گوز گفت دروغه به پیغمبر زبن به عالم و آدم و ابراهیم و اسماعیل و عیسی و موسی زدمش ده زدمش راستش راستش نازدم یعنی زدم و نازدم نگرم شدم من نام را با سلام علیک شرم آقا شرم قولم خواهم فقط اومدم که یه کلوم بهت بگم از ما بگذری من بهت بد کردم پاکم خوردم پس از من دیگه بگذر ما چاکرتی ما نوکرتی شما هم همینطور خانم ما هنوزم کوچیکا غلامی قربون شما غلام با عزتی بابا مرحبا شما کسی زدیش؟ برای من گفتم که نیردم اون کاری که عشقت بود کردم کار خوبی کردیم فقط یه چیزی از حشمت خواه دلم میخواد اگه خطرهایی شده به دل نگیری دلم میخواد بعدش با هم رفیق باشی یا علی بزنیم و رفیق باشی من هم زیری از کوره در رفته بودم باشه کری، ما رفیقیم پس هر دومون دل اونو میشوری دلم میخواد همه بفهمن که رفیقی هم میفهمن پس با اجازه میام سراغت بیا چرا کری بقا؟ چرا چی؟ چرا اینو بهش گفتی؟ اون پاک جلوی مردم خجالتمون داد چرا میخوایی رفیقش باشی؟ مفصل محمدی واسه اینکه بهتر بهش زخم بزنم واسه اینکه راحت تر زینش کنم نگاش کن منه اینو که یادت میاد این غلامه و از امروزش نتیجه دشمنی منه یادت میاد که انداختمش تو تسبیح حالا حالو روزشو نگاه کن اما این یکی این حشمته پسر غلام این هم رفت تو تصفیه کری خیال میکردم دیگه کاری از این دست بر نمیاد خیال میکردم دیگه تموم شد فدات بشم غلام پاشو غلام پاشو برو وسط عرق و مستخیا رو کباب و جور کن این شب مال خودتم این شب دوتایی وسط هم میکنیم پاشو فقط بس خودمون آره فقط واسه خودمون
فقط واسه خودمه. فقط واسه خودمه. نبرو زنود بشنم نمیخواد بری همه یه خیاله قشن رو به چی فروختی پدر بس که فروختی یک همه حرف بزن مرد یک کنفی بگو بهت میگم سبون با کن حرف بزن یک چیزی بگو نه یک چیزی به هم بگو آخه این چه زندگیه چه روزگاریه که تو داری آخه چرا به درد کنم آخه چرا آخه چرا بریم ببینیم قضیه چیه چرا اینقدر این بدبخت رو میزنه آهای کمی بلش کن این بدبخت یک بردن نداره بلش کن شما رو کنار گناه داره چه کنم تو دخالت نکن ای بابا نه خب بلکن نیست این پدر منه نگاش کنین این پدر منه درسته یا نه تو پدر حب بزن نظرم دندون سیاتو تو دهنت خود کنم پدر مادرم نکن مادرم نکن حب بزن آه برو یا نه از اینجا برو برو نایش میکنم برو برو این چیزی هرش مکنش کنم چه زمانه شده آدم باید شهاده کتک بردن پدر از کسرت من هیچ طوری به خودش نمیاد قرد کسافته هر کاری کردم هر کی گفتم که به خودش بیاد انگار نه انگار تموم شد اون دیگه تموم شد این مرده چرا نمیبری چلش کنی چی؟ گفتم اگه مرده است چرا نمیبری قبرستون چلش کنی تا کسی نفس میکشه مرده نیست پدر تو زنده است اما اگه ما کمکش نکنیم اون ما هم که مردیم نه اون تو میدونی کجا میشه پیداش کرد؟ وقتی تکنم میاد انگاری که زور رسم دستانو داره کاش صورتش رو میدیدی دیگه یه بچه محصل نی یه مرده راست راستی یه مرده بهم گفت پدر آخ قربون پدر گفتنش برم فکر کنم اومده بود ببرتم پچه رو نرفتی بهت میگم پچه رو باش نرفتی آخه تو رو چکار میکردم آخه مگه من کیم آخه بدین من رو میخوایش چیکار کنی اینها من اینم میبینی من اینم
واسم نمیخوای دست برداری؟ ببین کارت به کجا رسیده مرد؟ واسم خبر آوردن که تو قهوه خونه چی شده؟ تو کریمو نزدی، حشمت زدی. تو مثل سگ پاتولی سیدی. تو تمام عمرت کلک خوردی، هنوزم بست نیست؟ کریم برات نقشه کشید. کریمی که از ترس تو هفت تا سوراخ قایم میشود، اینقدر کرد تا به این روز افتادیم. حفظیمز تو حالا چی کاری؟ زمستون و تابستون دم در اتاق من میشینی و مردایی که بیرون میرن میشموری تا پول یه سرشیره و یه دماغ گرد گرفت بیاد. بست نیست؟ پاشو برو، شاید پسرت و زنت بتونم برات کاری بکنم. تو دیگه منو نرو، امام زمان کسی رو ندارم. تو خدا رو داری، تو خودتو داری، فقط به شرطی که یه جو غیرت داشته باشی و این بلا رو بذاریش کنار رو مثل آدم بری سر زندگیت. به جهنم که هر بلایی هم سر من اومد. اگه میخوای آدم باشی مثل تراکتور هرچی سر رایت خراب کن و برو برای خودت. به جهنم که ست که مثل من له میشن، یه دونه فاسد کمتر، مگه به کجا بر میخوره؟ برو ترک کن، برو توی این زیر زمین رو یه هفته بیرون نیا. فکر میکنی که تو میشه میمیری؟ مگه چطور میشه؟ خود من که واسه نمردم به هزار جور کثافت تن دادم، الان آرزوی مرگو دارم. اگه مردی خودم جسدتو میارم بیرون، اما جسد یه مردو، نه لاشه یه عملی رو. بسه وقتی خبر میدم کسی تو این خونه مرده، بگم یه مرد مرده، نه یه گردی شیره یه قرمسا. یه مرد بمیر. این فقط یه تو غیرت میخواد داری؟ داری ای بی غیرت. بی غیرت
میخوام بیام بیرون. آخه واسه چی؟ واسه چی؟ لامستم دارم جون میدم، دارم تموم میکنم، دارم واقعون بیام بیرون. نه غلام، برم کن بیام بیرون، بیام صاف برم کن، دارم میمیرم، در بیار آزادم کن، درسته شده آزادم کن. های با بله بله دفت بگم برمارم بیار بیرون دفت بیرون. این صدای اونه؟ شما کی هستی؟ من دیگه اینطوری داره داد و فریاد و زنه شوهر منه. بله جون برم گلان Bye. بزارم برای بیچاره شدم، دارم میمیرم بگرم. تو رو مادر چرا این بلا رو سر شما بردی؟ ولش کن زن، ولش کن. ها ولش کن، میخوای چه بلایی به سرش بیاری؟ میخوای بکشیش؟ هستش نیست هر بلایی سرش اومده. ولش کن خانوم. آره خیلی بلا ها سرش اومده، اما این بلا نیست. دستم به دامنه نفذ. اون داره میمیره. اون هیچ طوریش نمیشه. میدونی واسه چی میخواد بیاد بیرون؟ واسه اینکه دوباره شروع کنه، واسه اینکه نشعه گرد و بریزه تو رگاش. بذار اون تو بمونه، یا درست حسابی میاد بیرون یا میمیره. اون شوهر منه، تو میگی بمیره یا نمیره، تو چی کاراشی؟ اون شوهر منه، اون پدر پسر منه، بمیره. اینقدر برای تو راحته؟ تو چه میفهمی؟ من نمیخوام اون بمیره. زنده موندنش به چه درد میخوره؟ نگاش کن، خوب نگاش کن. خیال چی ازش مونده؟ اون یک کرمه، یک حسافته. اونو میخواش؟ خیلی خوب، مال تو. ولی بذار یه مرد از اونجا بیرون بیاد. اما اگه همینجوری میخواهش باش، بیا بیا این کلید، برو بیارش بیرون. بیرون من برای من رو کردم خواهی بگرد باید تو برو دیگه. فجر من اول رو چشات بیم به ولای علی دارم میبیرم رو آکن بیا فجر من رو خلاص کن. افرشون من خلاص کن، دارم میارزم، تمام تنم لحشه گرفته، آب بدنم خوش شده. تو رو بین دروا کن، تو منتظر چی هستی آقا؟ خدا حفظت کنم زن، تو ما رو بکنم. بسی داریم میدیم مرا حفظم، من رو پس از بقدشون میدنم آقا. Oh, my God.
طوریش نیست. آخه صداش بند اومد. از اون رفتی بازم بیهوش میاد. چیکار میشه براش کرد؟ هیچ. دعا. حشمت چطوره؟ نگرانشم. چند شبه که دمدمای صبح مست میاد خونه. اصلا یه جوریه من که حاج حسن خراسانی اومده بود میگفت با یه نفر رفیق شده به اسم کریم. کریم؟ آره. آخ میگفت آدم نابابی. میشناسیش؟ آره خیلی هم نابابه. چی کارش کنم؟ اگه اونم از دستم بره؟ اصلا وقتی میاد خونه خودشو نمیشناس. دارم دق میکنم آخه چطوری میتونم ازش مواظبت کنم؟ پدرش خوب میشه خودش مواظبتش میکنه. افه ای دنیا واخرت مگه من کافرم؟ کافر نیستی تو حیوونی. بابا من رو نگرد بله افت جون. شما بهتره بری خونه. افت افت این زن فاطر منه. هلاک شدم دارم میمیرم. ای به جهنم تو اگه میمیری زودتر ببری جونه بر. اصلا باز چی زنده باشی؟ اصلا باز چی زنده ای؟ تو زن تو که دوست داشتی ول کردی، منو که عاشقم بودی واسه اینو اون پیشگش کردی، برای یه سر شیره پای هر سگی رو لیست زدی. به سر پسرت میدونی چی در میاد؟ میدونی که رفیق راهش کیه؟ کریم. همون کریم که از یه آدم یه سگی مثل تو ساخت. شب و روزش با اونه واسه اینکه پدرش یه حیوانی مثل توه. شب و نصف شب مست میاد خونه واسه اینکه سرپرست نداره. فردا اونم یه کرمی مثل تو میشه. تو قرمساقی منو میکردی و اپول باج من دودگیر میآوردی. اون میدونی باید چی کار کنه؟ میدونی؟ نگاه کن زن تو هنوزم خوشگله، هنوزم در و رو داری. پسرت مجبوره که اجرختن مادرش رو تماشا کنه. اون باید بیری که مادرش باشه. این سرنوشت پسرته. خب اگه نمیری چی کار کنی؟ تو اصلا گوه میخوری میخوای زنده باشی مردی که ده بمیر. زن
عزیزم، صدامو میشنفی؟ آره، میشنفم. بیا این در رو واکن، من دارم میام بیرون. گفتی زن، فهمیدم به زندگی برگشتی. از صدات بوی مردی میاد، بوی زندگی میاد. دیگه تموم شد. نه نه برو، بیرون این در خیلی ها منتظرتن، زنت، پسرت. سهم ما دیگه تموم شد. نه تو به داد پسرت برس، کریم داره آلودش میکنه، پسرت محتاج کمکته. سلام پسر. پدرت بهت سلام گفت پسر. چی میخوای؟ تو رو، تو رو میخوام پسر. برو. از اینکه برو. زن هفته چی رفت؟ راحت رو بکش برا. پناه! پاشو بری بسر. دارن بیچارت میکنن. دارن خون خرابت میکنن. پاش بری. راحت رو بکش برا. به منم نمیخواد بگه چیکار کنم، چیکار نکنم. حالا نه من اون بچه کوچولویی هستم که روز زنوات میشستم و با موهات بازی میکردم. نه تو اون پدری هستی که هر خود بازم آیه حجت بود. تو پروندت زیر بغلته. کسی که سر و ریختش اینطوریه واسه دیگر اون فتوا نمیده. بذار برو. بشمخت شنافتی چی گفت که؟ برو بابا جون، برو. نمیذارم کریم، نمیذارم به روز من بندازیش، نمیذارم اصابش بری، نمیذارم به خاک سیابشونیش. اون هنوز یه پدر داره که پشتش وایساده. نمیذارم بدبختش کنیش. من خوریم شما رو با پسرم زاد. من شما رو با پسرم زاد.
باشه که تا وقتی من زندم نمیذارم پسرم به روز من بندازه. چرا مثل سعج خودت به روز زمین میکشی؟ به اونام شوهرم زاده. باقیشون بلان سر کن. بقیه برن بالا. بله قربان. بیشیم بسنیم هم بلاس بیاد. بله. هنوز جواب سلام پدرتون ندادی پسر. سلام پدر. حالت چطوره پسر؟ تو حالت چطوره پدر؟ خوبه بدم جون به هم آفت نداره. ای پسر تو خوب میزنی ها، وقتی با چپ میزنی پاهاد لنگ میزنی. تو هم خوب میزنی پدر، اما مشت راست زیاد خوب نیست، لطه. حال مادرت چطوره؟ خوبه. چرا نمیری از خودش بپرسی؟ چرا وقت منتظرته؟